گفتگوها میان هیئت امارت اسلامی و نمایندگان کشورهای خلیج امروز در دوها آغاز شد. وزارت خارجه در مورد جزئیات این گفتگو چیز نگفته است، اما وزارت خارجه روز گذشته گفته بود که در این سفر با مقامهای اتحادیه اروپا و کشورهای خلیج در مورد مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و بشری گفتگو خواهد شد. شمار از آگاهان میگویند که قطر یک کشور با اعتبار میان کشورهای غربی به ویژه آمریکا بوده و در مسائل افغانستان دست بالا دارد. بشیر احمد شیرزاد با جزیات بیشتر آغاز گفتگوها میان حیات امارت اسلامی و نمایندگان کشورهای خلیج در دوحه وزارت خارجه میگوید پس از چاشت امروز گفتگوها میان حیات بلندپایه امارت اسلامی بر رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و نمایندگان کشورهای خلیج آغاز شده است هرچند مسئولان وزارت خارجه در مورد گفتگوها جزئیات نمیدهند اما سخنگویان امارات اسلامی دیروز گفته بودند که آقای متقی در این سفر با مقام های کشورهای خلیج، اتحادیه های آلمان دینی و نماینده های اتحادیه اروپا که فعالیت هایشان را در قطر به پیش میبرند، در مورد مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و بشری گفتگو کند. شماری از آگاهان این نشست ها را به سود مردم افغانستان دانستن می گویند قطر یک کشور با اعتبار میان کشورهای غربی به ویژه امریکا بوده و در مسائل افغانستان دست بالا دارند. د دې محاله په سیاسي او اقتصادي اړیکو د بشري مرستو پر زیاتوالي، رسونه، شفافیت او د سہولتونو پررامنستکولو خبري وشوي. د غراس په غونډه کې د افغانستان پر بانکی او خصوصي سیکتور بشري وزيات د زراعت پر ودی، د جنو خاص وچې میوې پر صادیرولو او مارکیټ د مخدره موادو پر کرکله او د معتادینو پر تداوي مهم بحثونه ترسره شول. قطر در موضوعات افغانستان فعلا دست بالای دارد و امکان زیاد دارد که بسیاری از مشکلات وارده سیاسی اقتصادی بالای مردم و کشور ما در این شستا حل گردد و امکان زیاد شد که با نماینده های امریکایی و دیگر کشور جهان نیست در قطر دید و بازید دی در این شستا صورت بگیرد برخی آگاهان دیگر هم میگویند اعتماد سازی میان دو طرف بسیار مهم بوده و امارت اسلامی برای بدست آوردن اعتماد طرف ها در این گفتگوها باید در صدد فراخ نمودن حکومت در سطح بالا برای همه باشد. در اینجا خبر خوشی است که دانشگاه ها باز شد با و باز شد برای دخترها. مکاتب هم باید در مای حمل برای دخترها باز شود. حکومت در سطح بالا فراختر شود. و کسانی که در جنبش طالبان نیستند او باز اعتماد زیاد ایجاد میکنه پیش مخاطبینی که در دوه و ایجا امرایشون مذاکره میشه با جامعه جهانی تعامل داشته باشن و همچنین درخواست کمک داشته باشند در تمام عرصه ها برای مردم افغانستان و به خصوص اینجوها و مؤسسات کمک رسان رو در افغانستان دعوت کنه تامین امنیت کنه و اونا رو بخواهی ایجا انشاءالله که مسمر سمر بر مردم شاید واقع شود پیش از این هم حیات از نماینده های امارت اسلامی با نماینده های اروپایی و امریکایی در اسلو گفتگو داشتند که همشمول بودن حکومت اجازه دادن بانوان به کار و باز شدن مکتب و دانشگاه ها را از شرایط رسمیت شناختن امارت اسلامی گفته بودند.